کجا میری کاکو؟ در بس شاید چرا؟ بفرمایید. بالاخره باید میفهمید. کاش اینطوری نمیفهمید. میشه بیای دنبالم ما هم بریم بیرون؟ دلم خیلی گرفته. آماده شو دارم میام. فرودگاه گفت یه ساعت هواپیما نشسته. به موبایلش زنگ زدی؟ خاموشه. خانم چه خواهری هستی تو هر وقت آدم لازمه داره نیستی؟ نه بی معرفت. فکر نکن باید وقتی من بشناس و بفهم آدم این بدی نیستم با موضوع کنار میاد همه چی درست میشه. به این سادگی هم نیست. بعضی پدرها وقتی میدن دختراشون بخوان ازدواج کنن اول نمیتونن قبول کنن ولی کم کم باش کنار میان. بابای من اینطوری نیست. اون نگاش به زندگی با همه فرق میکنه. بدبختانه بابای من یه آدم حسابیه. پس نباید دیگه مشکلی باشه. مشکل اینجاست که من آدم حسابی نیستم. دورت جو. من نمیخوام تو زندگیم سختی بکشم. مگه زوره؟ میخوام بخندم، خوشحال باشم. نمیخوام مثل بابام با زندگیم کشتی بگیرم. به نظر من بهتره هر چی زودتر قضیه رو تموم کنی. نباید کش پیدا کنه. یعنی برم وایستم دعوا کنم؟ نه، فقط کوتاه نیا. مطمئن باش اگه میخواستم کوتاه بیام کار به اینجا نمیکشید. تو هم مطمئن باش من تا آخر پشتت وایستم. راست میگی؟ معلومه. بس حالا بخوریم. ها؟ سلام. نگران شدم دلم هزار را رفت. نه ترس، باید اینجونو به مفاد نداره. پس چرا موبایلی تو جواب نمیدادی؟ زنگشو نشنیدم. حالا اجازه میدیم بشینم یا میخوای همجوری ایستاده دادگاهی کنی؟ برم غذاتو گرم کنم؟ نه، تو هواپیما شام خوردم.
خستم، میخوام بخوابم. شب بخیر. بهتری؟ آره خیلی بهترم. خوبه، برو، من همینجا بایستدم. چرا؟ وقتی میرم که ببینم چراغ خونه رو روشن کرده باشی. خیلی خوب، باشه. شب بخیر. شب بخیر. فلگیر شدم. کی این کارو کردی؟ توی تونگو نگاه کن. یه دقیقه گوشیو نگه دار. وای چقدر خوشگله. دوستش داری؟ همه چی خیلی خوبه. من واقعا نمیدونم چطوری ازت تشکر کنم. مراقب خودت باش. خداحافظ. پس مهمونی هم میری، مهمونی هم میگیری. چرا اینجوری میگی؟ مگه من کار خلاف شهر کردم؟ اگه بگم بابات مرده و دیگه نیاشی یا سراغش، فایده‌ای داره؟ نه، من فقط میخوام آینده رو خودم بسازم اونجوری که درسته. من دارم ازدواج میکنم. اگه بابات بگه دیگه نیا سراغم، فایده‌ای داره؟ نه. خوبی؟ بله بهترم. بابا حالش چطوره؟ خوبه، با قضیه کنار اومد بالاخره. کدوم قضیه؟ لباس عروس فاطمه دیگه. مونده بودم که چجوری راضیشون کنم. بابات هم که قبول نمیکرد. بالاخره فاطمه امشب به مهدی گفت که میخواد سر عقد لباس عروس بپوشه. منم به بابات گفتم، خیلی راحتم قبول کرد. بابا اومد خونه به شما هیچی نگفت؟ خیلی دیر اومد، نرسیدم، رفت خوابید. چطور؟ بله بابام به مامانم اینه چیزی نگفته. چه بهتر؟ اوت فکر کرده چرا بی خود بزرگش کنم؟ اتفاقی نیفتاده که. تو اینطوری فکر میکنی؟ آره. کجایی؟ نزدیک خونه. چی کار کنم؟
خوابم نمیبره. بزرگترین آرزوی تو چیه؟ من دلم میخواد رئیس بشم. رئیس کی؟ رئیس همه. خیلی خوبه. بذار یه چیزی بهت بگم عاطفه، تو با آرزوت میرسی. واقعا؟ آره، یعنی من خودم کمکت میکنم که برسی. راست میگی؟ بهت قول میدم. فکر کنم دیگه خوابم ببره، آخه پلکام داره سنگین میشه. شب بخیر. شب بخیر. میذاری یه لقمه کوف کنم یا نه؟ تو داری با کی لج میکنی؟ با خودم. یهو به خودم اومدم دیدم عجب آدم احمقیم من. صبح تا شب دارم تو اون شرکت گردن کج میکنم، خودم تو خودم حبس میکنم. واسه خاطر کی؟ به خاطر تو و این بچه، که مثلا زندگیتون بهتر بشه، که این بچه اگه پس فردا خواست مدرسه خوب بره نگه بابام نمیتونه. من همه کاری میکنم فقط به خاطر اینکه امیر بگه بابام میتونه، به خاطر اینکه تو کنار یه شوهری پیر بشی که برات کم نذاشته باشه. میفهمی؟ من با کم و زیادت میسازم. الان داری میگی بابا. آقا جون به پیر به پیغمبر من خونه نمیخوام، به همین مستاجری راضیم. نگو لیاقت زندگی خوبو نداری. چه ربطی به لیاقت داره؟ من میفهمم تو داری به خاطر من و امیر خودتو به در و دیوار میزنی. من میگم با کم و زیادت میسازم. بیا مثل قبل باشیم، خودمون باشیم. تو مثل اینکه یادت رفته ما قبلمون چجوری بوده. یعنی همه کارهای تو لنگ یه چادر برداشتن منه؟ من لنگ کسی نیستم. این تویی که یه بند گیر میدی، کجا رفتی، به کی زنگ زدی، چیکار میکنی؟ بابا من دلم نمیخواد یه بند به تو توضیح بدم. ببین من تکلیفم روشنه، من میخوام با این جماعت کار کنم. اونا شکل ما نیستن، اما ما باید شبیه اونا بشیم. تو یا پای من هستی یا یه نمیگی بیخیال همه چی میشی. تو باید تصمیم بگیری، میفهمی؟ میدونی بعدیش چیه؟ تو عوض شدی، مزه بد چیزایی رفته زیر دندونت. سلام آقای قاضی، به دادم برس، منو از دست این قوم ظالم نجات بده. اومدم حضور میخوان زنم رو ازم بگیره. برو بیرون. ببخشی چی فرمودی؟ برو بیرون. بابای به جای چک دخترش میده به این پیر مرده. حالا وضعش خوب شده، اومد سراغش که طلاق دخترش بگیره. برام خیلی عجیبه که چطور بعضی از این آدم ها خجالت نمی کشن از این که میرن سراغ دخترهای جوونی که جای نوشونه. شما خودتون می دونید از این پرونده ها کم نداریم. من دیگه باید برم. خدافظ. خدافظ. الو سلام. سلام. پسرتون تو اتاق منتظره. سلام بابا. سلام. چیه، چرا گرفته؟ چیزی نیست. من به مادرت هم گفتم هیچ مخالفتی با لباس عروسی ندارم. تو هم بهتر کوتاه بیای. آیه خجالت واقعا. چرا؟ این
همه دنگ و فنگ و لباس عروسی و اینا واسه یه شب. من نصف مریضام 4 سال یه بار کفش میخرم. منم با نظرت موافقم، ولی بهتر اینجور موارد رو بسپاری دست خانوما. آخه اصلا فاطمه هم دلش نمیخواد. واقعا اون دلش نمیخواد یا تو اینطور فکر میکنی؟ من بهش گفتم، چیزی نگفت. خب اگه مخالف بود یه چیزی میگفت حتما دیگه. ولی به مادرت گفته؟ دیدی هنوز زنتو نمیشناسی؟ من کلا زنا رو نمیشناسم بابا. ما یه دوستی داشتیم تو جوانی سرش خیلی شلوغ بود، زنش هم مثل خودش، نه عروسی گرفتن نه عکسی هیچ، ولی هنوز که هنوز زنش بهش میگه تو نه عروسی گرفتی نه عکس. دوستی که میگین احتمالا خودتون که نبودین. بهتر پاشی بری، وقت منو با این حرفای خال زنکیت نگیر. باشه. یادتون اون روز اومدم بهتون گفتم که یه موردی تو درمانگاه بوده شبیه همون پرونده گوشتای آلوده؟ خب احتمالا تشخیص من اشتباه بوده، چون برادر چند روز پیش اومد درمانگاه و گفت که پسر اعتیاد به کرک داشت. راستی به عاطفه زنگ زدم امروز. خب چی گفت؟ اصلا گوشیشو بر نداشت. شما ازش خبر دارین؟ حالش خوبه، درگیر امتحاناشه. این وقت سال؟ حتما امتحانای این ترمش مهم بوده، زودتر شروع کرده. شان نز درمون گوست من با جواب بده. با اجازتون خداحافظ. الو؟ خداحافظ. اومدم. بیا تو. سلام. میشی. چیه؟ با زخمات تو همه؟ به بابام زنگ زدم، قطع کرد. کرد کی کرد؟ مهمه؟ من تلفن رو تو قطع کنم بهت بر نمیخوره؟ تو چرا؟ برای که بابام قطع کنه؟ نه. منو جدی نمیگیره، فکر میکنه من دختر بچه‌ام. از کجا میدونی؟ دارم ازدواج میکنم، به هیچکی نمیگه. باورت میشه؟ سخت نگیر. میخوام سرمو بکوبم به دیوار. عاطفه من همیشه اینطوری نیستم، اما الان یکم قرقرو شدم، باور کن. یه کاری پیش اومده، تو هم باید با من بیای. من حوصله ندارم. خانوم شما غیر از این که قرار زن من بشی مشاور حقوقی این شرکت هم هستی. راست میگی. خوشو را بیفت. حسین جون من دفعه پیش هم بهت گفتم هر جور استرس و عصبی شدن برات سمه، خیلی هم خطرناکه. حالا نگفتی برای چی استرس داری؟ بگذاریم. بهتره 24 ساعت استراحت کنی یا سر کار نری. ببین حسین، بذار خیالت رو راحت کنم. اگه رعایت نکنی درد قلبت شروع میشه و به این راحتی هم آروم نمیشه. حالا دیگه خود دانی. آدم اگه تو پیری درد نداشته باشه که آدم نیست. حالا به جای این همه نصیحت نسخت رو بنویس، من برم کار دارم. چشم. نفسش بالا نمیاد.
پرستار، پرستار. پنجاه تا اضافه کن. بچه هست. بهت گفتم ولتاژ رو 50 تا اضافه کن. سلما، سلما، دوشو تموم کرده. دوشو سلما پاشو، عمو رو نگاه کن. سلما، سلما پاشو. خوب شده؟ چرا؟ خیلی خوبه، مبارک باشه. فکر کنم آقا جو خوشش نیومد، خیلی سرد برخورد کرد. نه بابا امروز کلن درگیره، خیلی هم قشنگه، تو به خودت نگیر. بفرمایید. دیدی چه خانومی شده؟ آره دیدم. خوبی؟ آره خوبم. چند دفعه این پرسی؟ حواسم همش دنبال این پرونده هاست. همش پرونده، همه چی پرونده. با نرگس حرف زدی؟ برای چی؟ امروز قرار بود باهاش حرف بزنی، دو روز اینجاست، شوهرش تک زنگم بهش نزده. باشه باشه حرف میزنم. بابای میاد بازی کنی؟ امیر جونم، بابایی امروز خیلی خسته است، فردا میام با هم بازی کنی. بله بفرمایید. حالا سلام مامان. سلام قربونت برم، چه خبر؟ سلامتی، تو خوب شدی؟ بله خوبم. بابا کجاست؟ همینجاست. میشه تلفن بدیم باش حرف بزنم؟ بله، از من خداحافظ. گوشی؟ عاطفه است. خیلی بهت میاد عزیزم، مبارکت باشه. مهدی ببینه خوشش میاد. خوشش میاد، قش میکنه. بریم بالا. الو الو بابا،
سلام. سلام. چرا جواب تلفن های منو نمیدی؟ اگه امری دارید بفرمایید. تو بابای منی، چرا این توی داری با هم حرف میزنی؟ تا چند وقت پیش زنگ زدم کمتر از گل بهم نمیگفتی. قربون صدقم میرفتی، حالا چی شده که جواب تلفن های منو نمیدی؟ خودت میدونی چی کار داری میکنی. تو این سالا هرچی بهم گفتین کمتر از چشم بهتون نگفتم، ولی حالا فقط یه چیزی ازتون میخوام، این که بذاریم به میل خودم ازدواج کنم. همین. من همیشه آرزوم بود که تو رو توی لباس عروسی ببینم. خیلی خوب، پس چرا اینجوری میکنی؟ چرا بهشون نمیگی میخوام ازدواج کنم؟ تو به منم نگفتی، خودم فهمیدم، اونام یه جوری خودشون میفهم. اگه نگی خودم به مادر میگم. بگو. بگم که سکته کنه. پس میدونی که سکته میکنه. بابا تو رو خدا اذیتم نکن، بهشون بگو. مادرت تحملش رو نداره. من باید چی کار کنم؟ من تو رو میسپرم دست خود عاطفه. همین. خیلی خوب باشه، فقط یادتون باشه که خودتون گفتید هر کاری دوست دارم بکنم. خدافظ. امروز عاطفه به من زنگ زد، ازم خواست که باهات صحبت کنم. اینجور که میگفت طرف آدم سالم و موجهیه. آخه چرا مخالفی؟ حسین، ما هنوز تو قدیما سیر میکنیم. حالا اول با عاطفه حرف زدی، چه ایرادی داره؟ خلاف شرع که نکرده. تو دانشگاه هم دیگر رو دیدن و پسندیدن. بابا جوانای امروزی اینجوری هن دیگه. داودی جان، منم دانشگاه رفتم، اونم نه اینجا، آلمان. همچینم از فضای دانشگاه بی خبر نیستم. خب بس مسئله چیه؟ یعنی میگی هر کی از راه رسید دست دخترمونو بذاریم تو دستشو بگیم مبارک باشه؟ بابا این جوان فردا قرار دامادت بشه. لا اله الا الله. عاطفه به من گفت دوباره زنگ میزنه. اگه زنگ زد چی بگم؟ بگم بابا چرا مخالفه؟ بابا چند روزی حواسش پرته، موبایلشو نبرده، کارش داشتی؟
نه، کار خاصی نداشتم. آقا اسماعیل هنوز از ماموریت برنگشته؟ نه، مثل اینکه کارشون طول کشیده. قدیما دخترها با مادراشون درد دل میکردن، ولی من نمیدونم پدرتون تو این خونه چیکار کرده که سر هر مسئله کوچیک اونو صدا میزنی. شما ناراحت میشی؟ نه، پدرتون هم سر مسائل دختراش منو صدا میزنه. تو هر زندگی دعوا هست، قهر هست، مهم اینه که آدم بلد باشه چجوری مدیریت کنه، ازشون بگذره. سلام. سلام. مهدی اومده؟ نه، اسماعیل. سلام. 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 بریم تو، با همتون کار دارم. چیزی شده؟ چیزی با آقا جون گفتی؟ نه، بیا. قبل از اینکه بگم باید قول بدین صبور باشین. آهناله و گریزاری هم راه نندازین. چیزی شده بابا؟ عاطفه میخواد ازدواج کنه. به به، حاج آقا مبارک ها باشه، این که ناراحتی نداره، بفرمایید. با یه آدمی هم سن و سال من میخواد ازدواج کنه. عاطفه است. قطعش کن. چی؟ بهت میگم قطعش کن. تا فردا هیچ کس نه به عاطفه زنگ میزنه نه جواب تلفنش میده، فهمیدین؟ بله. اگه به مهدی زنگ بزنه چی؟ البته اون اخلاق مهدی دستشه، بعید میدونم زنگ بزنه. چرا نباید جوابشو بدیم؟ میخوام یکی دو روز فکر کنم تا بتونم تصمیم بگیرم. شاید عاطفه خودش سر حق بیاد. ای خدا، این بچه که تو هفته پیش خوب بود چجوری شد اینطوری شد؟ حسین، تو اون مردو میشناسی؟ اون مردو دیدی؟ کیه؟ چجوری سر و کلش تو زندگی بچه من بیدیشون؟